اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. بر موج‌های کوتاه، بر موج‌های درهم، هر سو نگاه می‌کنم آنجا جای حضور توست که اینک در گیر و دار شعله و خون است. باری چه ساده رفتی از جاده قدیمی ابریشم و شهر بیشکیب گلهای چشم عشق تو را با سنگ و با گلوله باریش ناسپاس خونین کرد. بر موجهای کوتاه، بر موجهای سبز، اینک صدای روشن تو همراه با بهار سر میزند به شیشه باران بیقرار. در کوچه نور نیست، سمزربه های اسب سفرهای میهنم سرشار شور نیست. گویی نوای نی را بردند از شهر مثنوی و شرحه شد رویای مولوی. همراه با بهار در میهن قدیمی تو اینک آواز حافظ است که زندانی است. بر موجهای کوتاه، بر موجهای عشق چندان غریب می نگرم گویی که هیچگاه در لحظه تولد نوروز ما را به خانواده یاران سبز عشق نخونده. در میهن قدیمی تو مردان خشمگین در جستجوی زمزمه‌ای، آن شعر دلنشین که برای ما گل را، غرور را، دل را، سرور را معنا کرد، تصویرهای ننگ مسلم را، کفتار پیر، تفسیری از تجسم خناس هیچ در چهار گوشه وطنت پاره می کند و مادران گریان بر سفره‌های خونین بیدار می شوند. در شهر قصه جاری است. در میهن قدیمی تو اینک آواز حافظ است که زندانی است. علیرضا نوری‌زاده، سه شنبه 4 مرداد، 26 ژوئیه ماه ژوئن 2022 به شما سلام میکنم. یه نکته رو به نظرم رسید خیلی برای من قابل توجه بود. من علیرضا نوری‌زاده، دیگری که مفسر تحلیلگر، اون یکی که فعال سیاسی است، حقوقدانه، در برابر رفتار سید علی خامنه‌ای و هیچ ابن هیچ رئیس جمهورش تصدیق شیشی و نوکریشون برای پوتین واکنش نشون دادیم. خیلی هم طبیعی بود، باید هم نشون میدادیم. و به اعتقاد من آنچه که ما مشاهده کردیم فقط در چشم ما ننشست، فقط ما نبودیم فضولانی که مو رو از ماست میکشن بیرون، شهروندان عادی مملکتمون هم بودن که بهشون برخورد، ناراحت شدن. این کتاب سعید رهبر رو من خیلی دوست دارم، جمع کرده از سفرنامه‌های مختلف گذاشته توی کتاب، خیلی کار قشنگی کرده. ایران قرون رو جلو چشم ما گذاشته از نگاه سفرنامه نویس خارجی، از نگاه سفیر خارجی. حالا توش مورگان شوستر هست تا
اوژن گرانده تا دیگران. در اونجا وقتی روحیه ایرانی رو نگاه میکنی، یه چیز جالبی امروز کتاب پایان گرفت، امروز اون تیک آخره که میخوندم نوشته بود که ایران هیچ وقت بیمرد نمیمون. در اوج تنگنای اون آخر صفوی و اینا نادر میاد، در مورد قاجار رضا شاه میاد، میگه حالا بگذاریم 1945 نوشته، میشه بگذاریم که حالا انگلیس‌ها و روس‌ها انتقام گرفتن، علیهش حرفای زدن، ولی این مرد ایران رو دوباره یک پارچه کرد، دوباره به ایران هویت داد، ایران معنا پیدا کرد. بنابراین مطمئن باشی سید علی خامنه ای ایران رو رقم نخواهد زد. ایران مردان و زنان دلاوری دارد که به این فتنه و به این خیانت پایان بدن. گوش بدید به حرف یک شهروند، یک شهروند عادی. درود به همه مردم آگاه ایران که مطالبه گری را حق خودشان میدونن و انتقاد از این حکومت وظیفه خودشان. چند روزی شاهد ای هستم که صحبت از سفر ولادیمیر پوتین به ایران داره میشه و نحوه استقبال از رئیس جمهور مستبد روسیه به ایران. رئیس جمهور تحمیلی ملت ایران فراموش کرد که در سفرش به مسکو سر چی میزی نشست و در چه فاصله ای با ولادیمیر پوتین. اما به جاش ابراهیم رئیسی فرش قرمزی پهن کرد از خود فرودگاه تا بیت رهبری و ولادیمیر پوتین رو با لیموزین همراه کرد که 6 درم داشت و با افتخار دست های ولادیمیر پوتین فشرد. شما لکه ننگی هستی به پیشانی تاریخ ملت ایران. شما بازمانده هایی هستن از دوران عهد قاجار که سرزمین ایران تکه تکه کردن و تقدیم تزار روس کردن. امروز هم درست فعلا تقسیم سرزمینی نکردن، اما سرمایه های ملت ایران دو دسته تقدیم تزار روس کردن. شما مایه ننگ ملت ایران هستن و رفتن شما مایه شادی و مباهات ملت ایران. دقت کنید، یه هموطن عادی ترسم نداره، داره مستقیم به سید علی آقا میگه، نه به رئیسی. رئیسی کیه؟ یه نوکر بیمایه بیسواد، حتی آخوندم نیست، آخوند نیست. اینقدر این آدم بیسواده. مرحوم حائری یزدی، بنیانگذار حوزه علمی، عاشق عبدالکریم، پسرش آقا مرتسا، پسرش آقا مهدی که اول انقلاب سفارت رو در واشنگتن خمینی بهش تحویل بدن، وقتی کارهای داماد آقای یزدی رو دید و اون گنگکاری ها رو اومد بیرون، گند خمینی و انقلاب رو شست و انداخت کنار همون 3-4 ماه اول. حالا سید ابراهیم رئیسی ببینید راجع به این بزرگمرد چه میگه. اول خمینی رو کرد عراکی، درست شهرهای نزدیک، ولی خمینی عراکی نبود. عراکی ها ننگ دارن، کمان که خمینی ها ننگ دارن یه همچی جانوری مال اونجا باشه که احساسش در بازگشت به وطن هیچی هیچی. اما اون مردی که رفت احساسش این بود که عشق میریخت و ما نفهمیدیم، ما نفهمیدیم. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. فرشته جنی بود، پرید وسط میدون، آتش زد ایرانو و 43 سال ادامه داره. من واقعا ننگ دارم وقتی اینا رو
میشنوم و میگویم که ما با چی روبرو هستیم، ما در چه شرایطی داریم زندگی. نگاه کنید آقای رئیسی و گافش رو در سفر به عراق. استان مرکزی که مهد پرورش انسانهای فریخته و بزرگانی که در رأسشون باید نام امام بزرگوارمون رو ببریم و اساتید بزرگی مثل مرحوم آیت الله عراقی، آیت الله حائری عراقی و عراقی و همه بزرگانی که در این پس گردنی نباید زد که روز خون کوچکترین فراش در مسجد بزرگ قم اگه بگی آقای حائری، میگه بله حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی. به هر بچه روز خونی توی بیرجندم بگی میگه حضرت آیت الله عراقی. این مردک بی سواد شش کلاسه اینم بلد نیست. سید علی آقا خوب خودتو نشون دادی، خوب برای مردم ایران گفتی که تو به چه آدمای حقیری تکیه کردی و این حقارت دامن تو و مجتبی رو جلوی همه خواهد گرفت. این رو بدون، من اینو بهت قول میدم که این حقارت دامن تو رو خواهد گرفت. نگاه کن احمدی نژادی که میگفتی از آقای هاشمی با من بالاخره یه جوری نزدیکتر، حالا ببین احمدی نژاد چه حرفایی میزنه، فقط گوش بده. باید افتخار کنیم که پیامبر بزرگ الهی بود شکر پدر توحید ابراهیم خلیل یک کرد از اقوام اصیل ایرانی است و حضرت زرتشت اون پیامبر بزرگ الهی یک آذری از ایران بزرگه. آقای احمدی‌نژاد فقط برای تصحیح اطلاعاتت بهت میگم حضرت ابراهیم اسطوره است، مثل اسطوره هایی که ما هم داریم در شاهنامه هم ازش یاد کردیم، واقعیت نداره. شما فکر میکنید 9000 سال عمر کرد؟ همچیزی واقعیت داره؟ با یه کشتی 17 تا جفت و ورداش برد، 1 میلیارد حیوان است، اونا چی شدن؟ بعد فقط دنیا همین شد از جزیره العرب یا از اونایی که بود بلند شه بره نوح کوه آرارات بشینه. حالا بعضیا دنبال کشتیش هم میگشتن روی آرارات. آیا مجا ول کن، حضرت زرتشت پیام‌آور بزرگ ایرانی بود، همانطور که حضرت مانی و حضرت مزدک، همانطور که استازسیس هاشم ابن حکیم المغنع، همونطور که بابک خرمدین، اینا رو یادمون نره. ولی ابراهیم داستان اسطوره است، خیلی هم قشنگه، فقط اون تیکش وحشتناکه که خداوند رحمان رحیم میگه برو بچه تو بکش، ما میگیم اسماعیل، یهودی ها میگن اسحار، برو بکش سر ببر، ما میخوایم میزان ارادت تو رو مردشور اون خدای رو ببره که به پدر میگه بچه تو بکش. چه خداییه؟ معلومه این خدا دشمن عشقه، دشمن عاطفه پدری و مادری است. همون خدایی است که یارو میگه بچه‌مو فرستادم در راه امام شهید شد. غلط کردی، جز اینکه یه بچه به دنیا آوردی کیفم کردی، چیکار تو چه حقی برای اون بچه داری؟ مادره گفت بله بچه‌مو لو دادم، خیلیم خوشحالم، یه یخچال براش فرستادن درش رو واکت منفجر شد، لیاقتش هم همون بود، مادری که بچهش رو لو میده. وقت تاریخ ما رو ببینید، فرهنگ ما رو، ایرج میرزا میگه مادره رو پسره میکشه، داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جن، میکشه، ولی وقتی میره میخوره زمین و صدای مادر از توی چاه میاد، آه پاهای پسرم خورد بسن، آه دست پسرم خورد خراش. و خدای رحمان رحیم اینا مادری رو تربیت میکنه که بچهش رو لو میده.
درود میفرستم به اون هموطنم، چقدر پیام تو منو تکون داد، آفرین آفرین که همه شما نشون میدید به این رژیم که چه ملت روشن و آگاهی هستید. فرزندان عزیز زرتشت دید دیگه، باید هم همینطور گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. زیباتر از این چه پیامی اومده؟ اختتلو اختتلو، از عقب و جلو بندازد بالای تپه پایین. موهاش رفت کنار، گفت من خودم خوندم توی همین روایت های اینا که اصلا تنم لرزید. گفت زنی رو که از پنجره یه نگاه به مرد نامحرم کرده، توی دلش گفته ای کاش من زن این مرد بودم. توی جهنم از موش آویزون میکنن، روزی هزار تا سوزن میکنن تو تنش. اگر بیاد پایین درو وا کنه یه لبخندم بهش بزنه، میختویله بهش میکنه. حالا اگه با یه مرد رفت بیرون نشستن روبرو هم، مثلا یه آبگوشتی خوردن، از پا آویزونش میکنن، شلاق از یه ور میزنن، میختویله از یه ور. حالا اگر با یه مردی دیگه رفت بیرون، تا قیام قیام، تا اون میلیارد سال میسوزه، زنده میشه، دوباره سیخ میکنه، دوباره زنده. شما این رو باور میکنید؟ کدوم عقل و درایت فهمید است که این آشغالا رو باور کنه؟ عشق همیشه ستودنی است. وقت طرف میره با این خانم نامزد بوده، این خانم با یکی دیگه ایمیل کرده، سرشو بریده. وای بر ما، کجاییم؟ در قرن ستمه هم بودیم، اونا هم از ما جلوتر بود. من باور میکنم که ما خیلی عقب افتاده ایم، مایی که رژیم اسلامی داره معرفی میکنه، ولی ملت ایران عقب افتاده نیست. خمینی و خامنه ای عقب افتادن، علم الهدا عقب افتاده است. این حیوان شکمباره فاسد بیاد در مملکت من قانون بگذاره. به خبرگانشون نگاه کنید، یک مش یابو نشستن اونجا چرت میزن، نصف شیرهی هن، نصف دریاکی هن، نصف حب فشنتوس میدازن بالا. اونم مجلس شورای اسلامیشون، کارشناس تلویزیونشون. شما ببینید مراسم رفتن انسان به کره ماه رو همه ما مشاهده کردیم. ما نوجوان بودیم، بچه بودیم، نوجوان بودیم، دیدیم. شما هم الان فیلمش در دسترس میبینید، آرمسترانگ رو میبینید، تمام اینا جلو چشم. حالا کارشناس تلویزیون صدا، یعنی صدا و سیمای سید علی نایب امام زمان و اون آقای جبلی که معلوم در کدوم کاروانسرای آوردن، نگاه کن. اتفاقات به شدت بزرگی پیش روی ما هست. حالا هر کسی به اندازه ای که مثلا اگر یک کسی دنبال نظامهای عادل هست بدونه که از من گیرش خواهد اومد. اگر یک کسی به دنبال سفر به کرات هست، خب این راه باز میشه. اینکه اینا میگن که ما رفتیم ماه و اینجور چیزا، میدونید احتمالا خیلی، احتمال خیلی زیاد دروغه. هنوز پای انسان به خارج از کره زمین نرسیده، حتی به ماه هم ما نرسیدیم. ولی اون موقع سال گذشته که 50مین سالگرده این اتفاق بود، بسیار مستند ساخته شد و یه رگه هایی برای اینکه اینو اثبات بکنم بود تو مستندا. بله خیلی موضوع جدیه. کمترین سوالش اینه که اگر که اون دوره ما میتونستیم یه آپولو 11 تو سال 1960، آره چرا تکرار نکردیم؟ چرا فقط آرمسترانگ تنها کسی بود که فکر کنم پارسال پیراسال بود فوت کردین آقا، و چرا دیگه تکرار نکردیم؟ خیلی حرفای جدی وجود داره. ما توی روایت داریم که پای ما به کرات تازه بعد از ظهور باز میشه. اون بحثی که اون هفته کردیم، ارتباط با جن، تازه بعد از ظهور این اتفاق میفته. شما فکر کنید آقای خامنه ای لعنت بر نظامت در قرن 21 نشی راجع به جن حرف میزنی؟ بعد از ظهور پای ما به کرات، کدوم ظهور؟ کدوم ظهور؟ دجال ظهور کرد، روح الله بزرگ رهبر شما، دجال ظهور کرد، زن ریشدارم که ظهور کرد، خانم الهام چرخنده، دیگه چی میخوای؟ خرش هم که ظهور کرد، آقای علم الهدا.
دیگه شما چی میخواین؟ ول کنید. دو تا آدم یابو نشستن روبرو هم، اون یکی برمیگرده میگه 50 سالش رو ساختن مستند، این میگه بله البته احتمالات اینا، چرا غیر آرمسلان یکی دیگه نرفت؟ مردک، پروژه این بود که یک بار بر ماه بنشینن، مدل ماه نشین بره و راه، ما دیدیم راه رفتن رو. شما میگه دروغ بود ها؟ با چه یابوهایی روبرو هستید؟ ببخشید من نمیخوام کلامم اینقدر منحط بشه و پایین بیاد، ولی عصبانی میشم. در قرن 21 جهان به کجا فکر میکنه؟ جوان ایرانی کجا فکر میکنه؟ و این حکومت آلوده فاسد در کجاست؟ فقط فکر کنید ما در کجای این جهان نشسته ایم که طرف اومده برای ما داره میگه رفتن به کرات دیگه بعد از ظهور انجام میشه. مردک، تو میدونی ظهوری اصلا هست؟ چهار تا روایت ملا باقر و شیخ ملای ازرالفقی صدوق و اون یکی ابن بابویه، روایت های قلابی، روایت های حقبازی، روایت هایی که خودش میگه 14 تا بیشتر قبول ندارم، شیخ عاملی میگه. بالاخره ما هم قربونت برم، جد و آبای ما همه روحانی بودن. جد بزرگ من حاج آقا نورالله که معروف هم هست، اینا رو میدونیم، این دکونا رو میدونیم چیه. جمعش کن خامنه ای. یه وقتی ارادت میورزیدی به اخوان ثالث، به عماد خراسانی، به عبادی، حالا عبادت میورزی به این یابوهایی که میگویند بله جن. بعد از ظهور حضرت جنا رو هم میبینیم، ما جنا رو دیدیم، ما جنا رو همون روز اول انقلاب خلخالی جن اول رو ما دیدیم، ری شهری، محمدی، گیلانی، دونه دونه جنا اومدن جلومون، چند تاشون هم زندن، فلاحیان، قربان علی ماسبند، اینا هم هستن. هیدر دو صفف مصلحی، اینا هستن. بسیار متاسفم. در قرن 21 رژیم جهل و جور و فساد نگرانیش حجاب. حجاب سنگر اول، سنگر اول. و زن ایرانی، خدایا چقدر باید تحسین کنم، چقدر باید با زبان ستایشگرانه بگویم خواهرانم، دخترانم، دستای مبارکتون رو میبوسم در برابر رژیم جهل و جور و فساد ارتجاعی. اینطور ایستادید، اینطور دلاورانه، آنجا که باید دل به دریا زد همینجا دل به دریا میزنید. نگاهشون رو ببینید نسبت به بانو، به زن آسیبه. بدن زن عورته، غیر از گردی صورت و دستا، یعنی باید پوشونده بشه. بله، گفت غیر از گردی دست و صورت بدن زن عورته. از کجا آوردی اینو؟ از کجا آوردی؟ زن عربی که یه تیک پارچه مینداختنش و لخت بود، که ده جا اومدن گفتن آقا فروج هنر رو بپوشونید، شما داری میگی؟ الان تمام زنایی که بیهجابن اینا همشون تو جهنمن، اما آبجی خانم شما میره بهشت. هر فسق و فجوری بود اینا زیر همون چادر کردن، به گونه ای که خانواده های سنتی که اعتقاد داشتن به حجاب، تو خانواده خودم پر بود، هیچم بد نبود، خیلیم زیبا بود، اعتقاد داشت، باورش بود، تو سرش نزده بودن که بپوش، حتی اونا ناراحت بودن بعد از انقلاب، ناراحت بودن، میگفتن همه اونهایی که کار دیگر میکنن حجابم بر سر. شما همین چرخنده رو، عکساشو تو تایلند ببینید، و حالا که جلو آقای خامنه ای ملق میزنه، چرخنده است دیگه، میچرخه یه روز این وره یه روز اون وره.
انگشتر میاره توی برنامه تلویزیون عشق میریزه. چقدر شماها حق بازید، چقدر فریب کارید. من افتخار میکنم که هموطن من نیکی کریمیه. فیلمشو دیدم، چقدر کارش قشنگه. تو فستیوالای جهانی لیلا حاتمی، یادگار دوست نازنینم علی، شیرین عبادی، نرگس محمدی، اینا کسایی که ما افتخار بهشون میکنیم. همین مسیح علی نژاد، شما نگاه کنید، یه دختری که این روزی که اومد اینجا پیش من تو دفترم همش نگران بچهش بود و اینکه کجا میشه من چیزی براش بخرم اینا. گفتم اتفاقا این بغل مغازه هست، رفت خرید. با پدر و مادرش چه کردن؟ اونا رو وادار کرده علیه شب بذار. یه دختر بچه تو مجلس خبرنگار بود، بعدم اونجوری کردن باهاش، اومد بیرون. ولی اینقدر دل داشت، اینقدر همت داشت که امروز داریم میبینیم یه نفره کار ده نفر رو، صد نفر رو داره. زن ایرانی همه جا که بوده نشون داده که چه قابلیتایی داره. تو همین صحنه اپوزیسیون شما نگاه کنید چه جایگاهی زنای ما دارن. و من هر بار نگاه میکنم میگم خدایا اینا عمرشون برجسته تر و درازتر بود. تو صف روزنامه نگارانمون نگاه میکنیم، تو صف فعالان سیاسیمون نگاه میکنیم. خانم فاطمه سپهری همیشه برای من یک نماد مقاومته، همیشه. و افتخار میکنم که یک زن سنتی اینطور در برابر رژیم جهل و جور و فساد ایستاده و مقاومت میکنه. بذارید ببرمتون یه خورده عقبتر، به اون زمانی که صدایی به ما آرامش میداد، صدای رامش عزیز. حیف که دور از وطن خاموش شد مثل خیلی های دیگه. بشنوید روانت و درود به اردلان جان سرفراز و فریدون زلم. ولی یه نکته رو من بگم، این کلمه ناجی عجیب در میان ما منجی باید بگیم نه ناجی. ناجی نجات یافته است، منجی نجات دهنده است. حالا این مسلم شده دیگه، همه به کار میبره. این سید علی آقا داستان مرگ بر آمریکا گفتنش مال حالا نیست. دوران ریاست جمهوریش یه مدتی چون موسوی نماینده چپ بود و چپگرایی میکرد، سید علی آقا داشت خودشو نشون میداد که به ارتش نزدیکه، به هنرمندا علاقه داره اینا. ولی وقتی سردار شعار مرگ بر آمریکا میگفت، سید علی آقا هم دست چپشو بالا میبرد. این منظره بد نیست نگاه کنید از اون سالهای دور. آقای رئیس جمهورمون مشتاشونو گره نکردن به برادرها و خواهرها خانواده شده. آقا مزه ندادی حضرت علی، بعد دست ها رو بلند بفرمایید همه با هم. دست ها بلند مشتا گره کرده، مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا. چقدر امریکا با این مرگ مرد، مرد بیچاره. مردم آمریکا از این لحن میلرزن. زلزله انداخت. چهار تا آخوند جلومبر نشستن اونجا میگن مرگ بر آمریکا. سردار شعارم براش شعار میده. حالا چون خامنه ای دستشو بالا نبرده، میگه رئیس جمهور محترم دست شعارا این اینجوری گفته مرگ بر آمریکا. آقا دست اصلیش از کار افتاده. شما نگید مجاهدین افتخار میکردن به این کار. و چه کردن مجاهدین؟ مجاهدین با هر کاری که کردن این رژیم رو وحشی تر کردن. مرحوم رجوی معلومه چجوری پاسخ به تاریخ میده. البته بیوهشون دارن پاسخ میدن با لباسهای زربفت و ابریشمین. شما مقایسه کنید شهبانوی ایران رو، ملکه ایران رو. این خانم هر دقیقه مزون فلان لباس سبز و سرخ و آبی و قرمز و زرد
برای هر دیدارشون با معاون رئیس جمهوری و سابق آمریکا ملاقات میکنن لباس بنفش سبز نمیدونم فلان میپوشن. و اون شهبانوی نازنین واقعا آدم شرم میکنه. ما ملت چه کردیم؟ چه کردیم؟ طرح عفاف من مرتب دارم میگم رژیم وحشت زده است هستن. هر بیروسری خاریست در چشم ارتجاع، خاریست در چشم استبداد. به همین دلیل ماموران انتظامی و گشت ارشاد و غیرشون هفتیر به کمر بستن، شکما جلو، خوب بره زدن به شکم. با یک دختر رفتارشون رو در نوشهر ببینید. شمال ایران همیشه مهد آزادگان بوده، الانم هست. نگاه کن. آدم اونجا هستین تو سر این مردک نمیتونید بزنید؟ دست نامحرم رو مگه نگرفته میکشه؟ سید علی آقا شرم کن، شرم کن، شرم کن. اینقدر برای خودت ارزش نگذاشتی رژیم لعنتیت سرنگون خواهد شد. لوله فاضلاب تناب دار. بمونید و ببینید سرنوشتی که ملت براتون مقرر کرده. ولی در اونجا چرا ساکت میشینید؟ دو تا پاسدار آدم کش میتونن اونجا دستی دختر جوون رو بگه اونجوری بکشن؟ اون زلیکه آبجی خانم هم اونجا واسه جیغ بزنه؟ آیا شرم برای یک ملت نداره؟ آیا ما داستانی هستیم که برامون تعریف میکنن که حالا اسم ولایت رو نمیارم، یه جهانگر خارجی هم گفته تو همین کتاب رهبر که گفتم که مغولا در یه جا اومدن عده رو گرفتن، حلقه کشید گفت این تو بیست تا من برم شمشیرم بیارم گردنتون رو بزنم، رفت و برگشت شمشیرش آورد. ببینید چه اتفاقی افتاد. یکی از اونا برگشت گفت ببخشید قربان، شما که رفته بودین این پاشو گذاشت بیرون. اون یکی هم گفت بیاین در ریم. بعد اینجوری بکنیم ما ملت در برابر این قوم و ظالمین باید این رفتار رو بکنیم. دخترمون رو اینجوری بکشن، توهین بکنن و ما ساکت بنشینیم؟ آیا انصافه؟ من که واقعا فکر نمی کنم انصاف باشه، فکر نمی کنم انصاف باشه. به هر حال هر که آمد عمارتی نو ساخت رفت و منزل به دیگری پرداخت. هر
حکومتی در این رژیم اومده، حکومت بعدی اومده گفته بد بود. شاید فقط حکومت خاتمی بود که وقتی اومد به رفسنجانی بد نگفت، اما در دوره او به رفسنجانی بد کردن. کسانی که اصلاح طلب بودن، یادم نمیره این تفلک شمس الواعظین محمود ماشاءالله تو روزنامه‌ای که در می آورد اون پایین یه آگهی داده بودن برای نامزدها، اسم هاشمی هم توش بود. آقا چه بلایی سر این آورد، چه بلایی سرش آورد. انصافه که حالا بعد این حکومت‌های بعدی علی قبلی، اون علی احمدی‌نژاد، علی خاتمی، بعد آقای حسن آقا اومد. حالا این آقایی که به نام احسان خاندوزی معلومی از کدوم سرتویلی آوردن کردن وزیر دارایی، جای کی نشسته؟ شما فقط آموزگار بوده. مرحوم اردلان علی خان بزرگ بوده، زندهات قوام صدری بوده، آدم های فرشچی بوده. فرشی و قوام صدری 20 سال معاون وزارت مالیه بودن. حالا خاندوزی اومده مچ روحانی رو وا کنه که بله خزانه پر تحویل دادن، اما گوش بده. خبری که منتقل شده بود از قول جناب آقای رئیس جمهور پیشین مبنی بر اینکه در چه وضعیت در واقع اقتصادی و ارزی دولت رو تحویل دادن، البته خب مجموع ذخایر اسکناسی ارزی کشور در وضعیت خوبی بود در سال گذشته، اما مطلع هستید که خب ذخایر اسکناس ارزی کشور برای پرداختهای خدماتی به کار واردات کالاهای کشور نمیاد، کمکی به حل مسائل تجارت کشور نمیکنه. در این حال خیلی خوب بود که در کنار این شاخص ها اشاره هم میشد که به هر حال طبق نامه خود آقای واعظی به جناب آقای نوبخت مسئله خزانه خالی، بلکه با بیش از 54 همت استفاده از تنخواه که ما امسال علی‌رغم اینکه هزینه های دولت در سال 1401 بالاتر هست، هنوز در 4 ماه اول نیاز به اینکه برسیم به سقف تنخواهی که سال گذشته استفاده شد رو نداشتیم، در سقف بسیار پایین‌تری مدیریت کردیم هزینه های دولت رو. به اینها اشاره می کردم، به استفاده ای که از مجموع اوراق شده بود در همون 5 ماه اول سال اشاره می فرمودند، به 550% افزایش بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی از ابتدا تا انتهای دوره 8 ساله اشاره می فرمودند. ارقامو میگه رو هوا، کسی هم نیست بهش بگه. شما از وقتی که اومدید اوضاع مملکت 180 درجه بدتر شده. تورمی که ایجاد کردید، دزدی هایی که میکنید. بذارید یه نکته بهتون بگم. مطالعه میکردم راجع به حزب الله، برنامه که خواهم بود، یه چیزی دیدم حیرت کردم. بازسازی جنوب لبنان، اون زیربناش 3 ماهه و روبنا 6 ماهه انجام گرفت با پول شما، با پول ملت ایران، و هنوز بم بازسازی نشده، هنوز خرمشهر بازسازی نشده کامل، هنوز زلزله کرمانشاه آثارش باقی است و اطرافش. این رژیم جهل و جور و فساد، برای اینکه چند روز پیش نگاه میکردم آسد خلیلی رو سفیر کرده بودن در سیرالئون، بعد نگاه کردم سوابقشو، دیدم آره این عمامه‌ای تو آفریقا جنوبی بوده، بعد تو چند تا کشور آفریقایی افتخارش اینه 3825 نفر شیعه کرده. حالا این چه هزینه‌ای برای بودجه مملکت داشته به کنار. آقای سفیرشون در سودان افتخار میکرد 5000 نفر شیعه کرد. تا بساط جمهوری ولایت فقیه جمع شد، این شیعه ها برگشتن دوباره سنی شدن.
اصلا در کشوری مثل سودان یا مصر شیعه و سنی معنایی نداره. مردم علاقه به اهل بیت هم دارن، تو سودان خاتمی هن و اصلا تو این مایه ها نیستن. همون حرکت المهدی و بقیه شون، المهدی امام زمان بود دیگه، در اونجا ظاهر شد. حالا میخوام بگم شما میرید چهار تا آفریقایی بدبخت و $100 میده که بچهشو بفرستی بیاد بگه سلام یا فرمانده. همون اعلام چرخنده براتون میکنه کافی باشه. به بچه آفریقایی چی کار داری؟ اگر میخوای خیرت بکنی و کار بزرگ بکنی، خب بهش یه کمکی بکن. سلام فرمانده چیه؟ اما این بساط در جمهوری ولایت فقیه برپاست. حالا در افغانستان تا دیروز که، تا یک سال پیش که حکومتی بود چپ و راست، رئیس دولت افغانستان در ایران بود، آقایون میرفتن ملاقات میکردن، بحث میکردن. حتی در زمان مجاهدین در بامیان که منطقه شیعه نشین بود، رفتن یه دانشگاه درست کردن که اصول کافی رو درس بده. استاد خلیلی میگو بله، ما دانشگاه میخواستیم که بچه های ما رو دکتر و مهندس و ادیب بکنه، آخون نمیخواستیم، حوزه داریم خود. آقای آصف محسنی بودن، البته منتقل شدن به جهنم خوشبختانه. حالا جهنمی که خودش باور داشت، من که باور ندارم. بهشت و جهنم چه؟ همینجاست. تو روحیت بهشت برات، جهنم برات. شما فکر می‌کنی خامنه ای تو چی زندگی میکنه؟ تو جهنم. یه ملتی ازش متنفره، دنیایی دماغشو میگیره باش حرف میزنه، تو بهشته. به هر روی، حالا دولت افغانستان رفته، طالبان اومده، کیسه کرم آقایون باز شده. یه بیمارستانی در افغانستان داشته ساخته می شده توی بامیان، بودو بودو آقایون رفتن. نه اینکه بیمارستان برای افغانا بسازن، نه، جاپا درست کنن، چهار تا جاسوس بفرستن اونجا. البته طالبان دوستانشونن، یه روی دیگه سکن، ولی به هر حال اونجا هم باید جاسوس داشته باشن. چه چیزی برای جاسوس خانشون بهتر؟ یه مدرسه درست کنن، یه بیمارستان. نگاه کنید، تلاش ها برای تکمیل احداث بیمارستان امام خمینی در استان بامیان افغانستان ادامه داره. معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران گفت منابع مالی برای تکمیل این طرح بشر دوستانه آماده بود، اما این منابع رو دولت اشرف غنی به بهانه تحریم های آمریکا مسدود کرد که اکنون در حال رایزنی برای رفع این مشکل هستیم. آقای مرتضوی گفته در گذشته درباره صدور روادید و تردد کارمندان ایرانی این طرح نیز مشکلاتی به وجود آورده بودند که پس از این بازدید در صدد رفع موانع هستیم. سرپرست وزارت بهداشت و دربان طالبان هم از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان تقدیر کرد و گفت احداث این بیمارستان در بامیان برای مردم محروم این منطقه اقدامی شایسته و نیک از سوی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی مردم است. شما فقط نگاه کنید، قبلا در راه رسیدن کمک‌ها اشکالاتی ایجاد کردند، برای که آمریکایی‌ها گفتن آقا اینا سپاه رو دارن میفرستن اینجا، اینا ماموران اطلاعات سپاه هن، ماموران حسین طائب هن دارن میان به اسم دکتر و پرستار و مهندس و بنا. حالا طالبان جان آمده، طالبان شیعه کشه که دختر و پسر شیعه رو تجاوز میکنه بهش و این رو امر واجبی میدونه. طالبانی که من از زبان ملاشون شنیدم گفت این رافضی ها رو باید تکه تکه کرد، رفیق آقایون شده، حالا میتونن برن. بیمارستان امام خمینی، تیمارستان راحت تر بود، مذبح راحت تر بود، سلاخانه امام خمینی خیلی خوب بود. بله، یه سلاخانه درست کردن به امام متبرک امام خمینی، سلاخانه امام خمینی عالی بود. همه جهانم به یاد می آوردن که یه مرد سلاخی
بر ایران مسلط شد، حالا به نامش یه سلاخانه درست کرد. این اشکال نداشت، اما نگید بیمارستان امام خمینی. رژیم جمهوری جهل و جور و فساد در کجا به فکر تیمار بیماری بوده؟ در کجا به فکر آن بوده بر دردها مرهمی بگذارد؟ نه، زخم‌ها رو شکافته نمک ریخته. این طبیعت این نظامه، طبیعت این رژیمه، خوی حیوانی خوی این نظامه. شما فکر میکنید علم الهدا تا به حال یک بار اشکش در اومده؟ برای اینکه مثلا محرومی رو دیده، برای اینکه آدمی رو دیده درد داره، برای اینکه حتی دیده زن زمین خورده سر زانوش درد میکنه متاسف شده؟ شما فکر میکنید ری شهری اون همه آزار به زنش داد موقع مرگش پوزش خواست؟ بانوی من ببخشید، شما دارید میرید، منو ببخشید، یا سر مرگ خودش تو ذهنش حلالیت طلبید؟ نه، فلاحیان نه، قائم مقامی رو، خانم قائم مقامی رو از شوهر و زندگیش جدا کرد، تصرف کرد بهش، بعدم کشتش. این رژیم جمهوری جهل و جور و فساده. وقت با یه دختری که رو سرش رفته تو نوکشهر اون کار رو میکنه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا در پناه پروردگار عاشق ما که دوست دارد، دوست دارد و جنایت نمی کند.